درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. خبرگزاری فرانسه در گزارشی ضمن گفتگو با تحلیلگران اشاره کرده که رژیم مذهبی حاکم بر ایران در واکنش به ماها اعتراض بی سابقه دچار دو دستگی شده و تصمیم گیرندگان در جمهوری اسلامی میان سرکوب و آنچه ژست های آشتی جویانه در تلاش برای فرونشاندن نارضایتی ها تلقی میشه اختلاف نظر پیدا کردن و نادر هاشمی مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در این زمینه گفت که پیام های متناقضی که ما از رژیم ایران دریافت میکنیم حاکی از یک بحث داخلی در مورد چگونگی برخورد با اعتراض های جاریه و در بیشتر رژیم های خودکامه در مورد میزان سرکوبگری در طول بحران ها اختلاف نظر به وجود میاد و به گفته انوش احتشامی برخی از مقام ها صحبت در مورد سازش رو شروع کردن، هرچند هنوز زوده که بدونیم این سازش چیه. او تاکید کرد که به طور کلی فکر نمی کنم که اونا بتونن چیزی رو که مردم میخوان ارائه کنن. با این حال رژیم در طول تاریخ نشان داده که این توانایی رو داره که در صورت لزوم برای بقای خودش امتیاز بده و نباید فراموش کنیم که این رژیم 44 سال دوام آورده، زیرا میتونه با نگاهی منفعتگرایانه تصمیم‌هایی برای بقا بگیره. در همین رابطه خامنه‌ای در جمع گروهی از مردم قم گفت که برخلاف تبلیغات خارجی هدف اعتراضات مخالفت با ضعف‌های مدیریتی و اقتصادی کشور نیست، بلکه هدف اونا عکس این قضیه است و می‌خواستن نقاط قوت ما را از بین ببرن. واقعا چرا یکی نیست بهش بگه که نقاط قوتتون جز جنایاتتون چیه دقیقا؟ اینجور وانمود میکردن که این اختشاشاتی که حالا یه عده تعدادی میان تو خیابونها و فریاد میکشند و فحش میدند و یه جای رو به شیشه رو میشکنند و یه سطل زباله رو آتیش میزنند و فلان، اینا مخالف با ضعف‌های کشورن، ضعف‌های مدیریتی، ضعف‌های اقتصادی، ضعف‌های فلان. نه. ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا و مدیر اسبق سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا در مقاله‌ای با عنوان در سال 2023 چه اتفاقی در جهان می‌افته، پیش‌بینی کرده که برای نخستین بار از انقلاب 57 آینده جمهوری اسلامی به طور جدی در تردید قرار داره. او در این مقاله پیش بینی میکنه که ایران در سال 2023 یکی از موضوعات عمده جهان خواهد بود و اعتراضات در ایران با پس زمینه وخیمتر شدن شرایط اقتصادی و بروز شکاف در حاکمیت بر سر نحوه برخورد با این جنبش ادامه داره و برخی سناتورهای فرانسه هم طرحی رو به مجلس سنای این کشور معرفی کردن که از پاریس و اتحادیه اروپا میخوان که سپاه پاسداران رو به فهرست سازمانهای تروریستی اضافه کنن و به مذاکرات هسته‌ای پایان بدن و تحریم‌های جدیدی علیه بانک‌های مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کنن و حریم هوایی رو به روی هواپیماهای تحت مالکیت یا ثبت شده در جمهوری اسلامی ببندن. بقیده آنها اوضاع در ایران از کنترل خارج شده، به طوری که رژیم دیگه قادر به خاموش کردن اعتراضات سراسری نیست و به همین دلیل خامنه‌ای در اقدامی با نتایج نامشخص برای مهار بحران به طور مستقیم وارد عرصه شده و ظهور مجدد خامنه‌ای در واقع بحران عمیق درون نهادهای رژیم رو بیش از پیش آشکار کرد و اظهارات محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت اصلاح نظام حکومتی در همه زمینه‌ها رو نیز میتوان اعتراف به شکست نظام برای مدیریت بحران‌ها دونست و این سناتورهای فرانسه در ادامه میگن جدا از بحرانی که با مسئله حجاب اجباری آغاز شد، سخنان علی خامنه‌ای بیانگر گستردگی تضادهای بین مراکز قدرت در تهرانه. و شما وقتی رد صلاحیت های این چنینی دارید و اجازه نمیدید احزاب بروز و ظهور داشته باشن، وقت انتظار دارید اعتماد عمومی هم از اضافه بشه، مشارکت هم بالا بره. تعارف نداریم که. من خدمتون بگم ما یه همایشی همین چند روز پیش میخواستیم برگزار بکنیم، حزب ما هم نامه داد
فرمانداری هم اجازه داد. یعنی گفتن آقا فلانجا فلانجا ساعت فلان به نیروی انتظامی گفته بودن. بعد از دستگاه امنیتی با ما تماس گرفتن که آقا شما حق ندارید اینو برگزار کنید. منم که بچه مصور ما با نظامیم، افتخارم اینه ما بالاخره برای این نظام ایثارگری کردیم، نظام شهید دادیم فلان. گفتم چرا شما میفرمایید نه؟ چرا در این مقطع حساس از زمان الان شرایط نیست که شما این پدر این مقطع حساس بسوزه که همیشه این مقطع حساس گفتیم باشه چشم ما برگزار نمی کنیم. یک منبع آگاه در شورای عالی امنیت ملی کشور فاش کرد که اطلاعات دقیقی از تحریزی چند کشور عربی و آمریکا برای تهاجم گسترده نظامی به ایران در آینده نزدیک در اختیار داره و این در حالیه که طبق اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس که در آن تأکید شده هرگز نباید در مکاتبات رسمی از نام خلیج عربی استفاده بشه، حالا پشت پرده استفاده مقتدا صدر از خلیج عربی مشخص میشه. واسه این فرقیان میشه بخواد خطاب به نماینده مخالفی جمهوری بگی. من میگم برادر خارجی کاری نکنید که فقرا بیزن کسی که زمان رو جمع کنن. من دور نمیبینم به اینکه امیر مومن فرمود خدا از زمامداران عدل تعهد گرفته که خودشون رو با ضعیفترین اقشار مواجه کنن. جان کلام این که سالهاست میگن باید ایران رو برای خامنه‌ای و مزدورانش ناامن کنیم، این درست همان روش ابدایی روس‌ها پیش از کودتای 57 بود که خامنه‌ای تحصیل کرده پاتریس لومونبا اون رو داره اجرا میکنه و پول و اسلحه رو از روس‌ها میگرفت و به دست حنیف نجات میرسوند تا ایران رو برای مستشاران آمریکایی که برای رشد اقتصادی به ایران اومده بودن ناامن کنه. امروز نیز برای سرنگونی رژیم باید ایرانمون برای ملاها و تروریست های سپاه پاسداران ناامن بشه. خامنه ای امام است، مرجع شیعیان است. خامنه ای خمینی دیگر است. یکی تموم میشیم. یکی تموم میشیم. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.